هوا سرد بود، بارون شدیدی میبارید. بنجامین زیر بارون نشسته بود، خسته بود و گرسنه، چیزی برای از دست دادن نداشت و هر روزنامه ای که میرفت به خاطر اینکه بنجامین مطابق میل و سلیقه‌شون نمینوشت اون را استخدامش نمیکردن. اما بنجامین ناامید نمیشد و چند سال بعد روزنامه خودش را تأسیس کرد. توی روزنامهش در مورد چیزهایی حرف میزد که تا اون موقع هیچکس بهشون توجهی نداشت. اون مردم پویشهای اجتماعی دعوت میکرد و میگفت که اگر ما داوطلبانه به خودمون کمک نکنیم پس تا ابد داخل همین وضعیتی که علت رضا نداریم باقی خواهیم بود. همین کارهای داوطلبانه‌ای که به ظاهر برای بنجامین هیچ سودی نداشتن باعث شدن که اون تاریخ ساز بشه. بنجامین قصه ما بنجامین فرانکلینه، کسی که کشورش را متحد کرد و مطمئنا این کارهای داوطلبانه‌ای که انجام دادن قسمتی از موفقیت اون بودن. کار داوطلبانه منظور همکاری برای رسیدن به یک هدفی که در ازای اون انتظار دستمزد مادی نمیره، مثل همین پویش‌های بنجامین که تمیز کردن طبیعت و کمک به کتابخونه‌ها بودن و دستمزد مادی برای بنجامین نداشتن. شاخص‌های جهان نیکوکاری از سه عامل تشکیل میشن: اول کمک به غریبه‌ها، کمک به خیریه‌ها و کار داوطلبانه. ایران توی دو مورد اول، یعنی کمک به غریبه‌ها و کمک به خیریه‌ها، رتبه نسبتا خوبی توی جهان داره و آمارش هم خوبه. اما توی مورد سوم، یعنی کار داوطلبانه، آمار ایران 20%ه که باعث شده ایران توی بین کشورهای جهان رتبه 70 داشته باشه و به نوعی میتونیم بگیم که سهم هر ایرانی از کار داوطلبانه تنها 2 دقیقه در روزه. و یه سوالی که شاید براتون پیش اومده باشه اینه که اگه کار داوطلبانه هیچ فایده یا نفع مادی برای ما نداره، چرا باید اون کار رو انجام بدیم؟ جواب اینه که متاسفانه خیلی از ما انسان‌ها گستردیدمون محدوده و فواید بلندمدت کارها فکر نمی‌کنیم. کار داوطلبانه هم فواید زیادی داره، اما بسیاری از اونها زود خودشون رو نشون نمیدن. مثل اینکه کار داوطلبانه به تو حس مفید بودن میده. من خودم قبل از اینکه کار داوطلبانه رو شروع کنم فکر کردم که دیگه هیچ کس به من هیچ نیازی نداره و دیگه مفید نیستم. اما الان نمیتونم حس لبخند توی چهره کسی که بهش کمک کردم و با هیچ چیز دیگه توی دنیا عوض کنم. و مورد دوم اینه که کار داوطلبانه به زمانبندی مسئولیت پذیری رو یاد میده، که این مهارت ها از همین الان که توی مدرسه هستی تا وقتی که بزرگتر میشی به درد تو خواهند خورد. مورد سوم اینه که کار داوطلبانه بهت کمک میکنه دوست پیدا کنی. و من خودم توی جریان این کار دوستای بسیاری پیدا کردم و الان راحت‌تر از قبل مردم ارتباط برقرار می‌کنم و دوست میشم. کار داوطلبانه اعتماد به نفست رو بالا می‌بره. به خاطر اینکه وقتی یه کار خوب انجام میدی، از خودت رضایت پیدا می‌کنی، پس بیشتر از قبل خودت دوست خواهی داشت و اعتماد به نفست بالا میره. یکی دیگر از فایده‌های جالب کار داوطلبانه اینه که توی جریان این کار می‌تونی توی محیط‌های شغلی کار کنی و بالاخره فهمیدی توی کدوم محیط شغلی تو راحت‌تری و شغل مورد علاقه و رشته مورد علاقه خودت رو می‌تونی انتخاب کنی. حالا که از خوبی‌های کار داوطلبانه گفتی، پس در چه محیط‌هایی ما می‌تونیم کار داوطلبانه انجام بدیم؟ نکته اولی که باید بگم اینه که کار داوطلبانه از کوچکترین چیزها شروع میشه. برای مثال تو اگه یک مهارتی داری و کسی رو میشناسی که به خاطر مشکل مالی نمیتونه بره اونو یاد بگیره، پس تو بهش یاد بده. اینکه توی اکثر فرهنگسراهای سراسر شهر جشنواره‌ها مسابقاتی برگزار میشه که کادر اجرایی اونها نوجوان‌ها هستن و تو هم می‌تونی به اونها ملحق بشی. یک مورد دیگه اینه که مرکز جوان هلال احمر. مرکز جوان هلال احمر با دیدن دوره‌های می‌تونی به داوطلبان دیگه بپیوندی و با اونها به مردم کشور خودت کمک کنی. اما توی اکثر جاهایی که برای بزرگسالا سر کار داوطلبانه هست، برای همسالان ما وجود نداره. شاید بزرگسالا یادمشون رفته که چقدر ما می‌تونیم تاثیرگذار با انگیزه باشیم. پس بیاین دست به دست هم بدیم و بهشون نشون بدیم که ما همچنین توی این جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم تاثیرگذار باشیم. بیاین داوطلبانه به خودمون کمک کنیم، شاید یک روزی هر کدوم از ماها به جاین فرمین های زندگی خودمون شدیم.